اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عید تو مفتوح کتاب وجود، نام تو سرلوحه غیب و شهود. ای کسی زد حمد نمودن تو را، ما نتوانیم ستودن تو را. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز معتکف یا حاضر در این محفل. بعد از تبریک این روز با عظمت و این ماه پر از معنویت و فیض، امیدوارم که انشالله این ایام اقامت کوتاه ولی پر مفهوم شما بزرگواران در محلی که به عنوان تداعی الطاف الهی است، بالاخره مسجد یا هر مرکزی که در اون به ذکر خدا و توجه به معنویت میپردازند، مرکز تشعشع الطاف الهی است. امیدواریم که انشالله از این ایام، از این فیوضات، چه از مکان و چه از زمان و چه از نفس خودتون، پربار و موفق از این مجلس خارج بشید. خیلی مهمه وقتی شما با هر هدفی، با هر انگیزه ای و به هر دلیلی حضور پیدا کردید، بالاخره نوعی سختی به خودتون میدید. یه هدفی رو به دنبال میکنید، بعد از اتمام این دوران توقعتون اینه که بالاخره یه مدرک قبولی هم دریافت کنید. لذا کار هم بسیار ارزشمنده هم سخته. چرا سخته؟ چون شما دو تا تجربه رو میخواد با هم امتحان کنید. تجربه اول این که تنها باشید برای اعتکاف، تنهای درونی، یعنی بشینید فکر کنید، مرور کنید، بررسی کنید. و تجربه دوم این تنهایی رو میخواد در جمع تجربه کنید. این سخته، این که شما توی جمع باشید ولی برای یک فرمول تنهایی میخواد کار کنید، کار سختی، خیلی ساده نیست. چون بالاخره جمع مختزیات خودش رو داره و تنها بودن برای خودسازی هم مختزیات خودش رو داره. اینکه شما چطور بتونید این دوتا رو با هم جمع کنید، سعی میکنم نکته های رو بازگو کنم که گاهی با جمع بودن کمکی به تنها بودنه. ما چهار بحث محوری و کلی خواهیم داشت. طبق اون لیستی که در برابر شما عزیزان هست، امروز این جلسه نخست رو میپردازیم به کلیاتی از اعتکاف. جلسه دوم برمیگردیم به موضوع دین. من دیشب به صورت تلگرافی نکته هایی رو بازگو کردم. امروز من تفصیلش رو بگم، شما تو فضای بحث قرار بگیرید برای اینکه تلنگری باشه، سوالاتتون، شبهاتتون، اشکالاتتون رو مطرح کنید. و من سعی میکنم کلاس هام رو دو طرفه داشته باشم، یعنی مقید به این هستم که چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه تو جلسات دینی به این شکل، منبر نه، ولی در این سه دسته از جلسات سوالات پرسش و پاسخ باشه. گاهی تو محیط دانشگاه سعی میکنم اردوهایی رو هم در نظر بگیرم، با دانشجویان با هم نشستی داشته باشیم، فضایی باشه که ناچارشیم همدیگر رو نقد کنیم، نکته هایی رو بازگو کنیم. نقد تعریف مثبتی داره. اینکه حالا بعضا تو برخی جوامع نقد رو به معنای توهین میدونن، نه، نقد مثبت. باید بپذیریم که یکی باید به ما اطلاع بده، یکی باید به ما بگه این نقطه نظر، این مسئله، این مطلب محل تأمل. لذا من سعیم بر اینه که در این جلسات پرسش و پاسخ باشه، شما اون نیازهاتون رو بیان کنید، اشکالاتی که مطرح شده بازگو کنید و من هم متقابلا سعی کنم اون جایی رو که ممکنه تبیین کنم، اون جایی رو که ممکنه توجیه کنم. چون هم توجیه و هم تبیین. ممکنه بپرسید چرا توجیه؟ چون در حوزه مقدسات یه چیزهایی رو باید آکبند بپذیرید، دلیل معنی نداره. وقتی به شما میگم یه امام 6 ساله رو قبول کن، من نگفتم اون شارعی که گفته قبول کن دیگه، اینجا من نباید دلیل خاص بیارم. دلیل عام اینه، پیامبر رو پذیرفتی، خدا رو پذیرفتی، این هم از ثمرات اعتقادت. پس ما هر دو تا مسئله رو باید بازگو کنیم و انشالله
بیان هم خواهیم کرد. موضوع اول که اعتکاف در دو بخشه، یکی خودسازی که ما اسمش رو میگذاریم تربیت یا تهذیب فردی، و دوم تربیت و تهذیب اجتماعی. این دوتا مقوله رو میخواییم مرور کنیم، چون دوتا ساعت با هم هستیم، درسته؟ تا 12:30 نماز ظهر و عصر رو به جا میاریم انشاءالله و بعد ادامه میدیم. حالا هر چقدر که حال باشه معمولا یک ساعت کفایت میکنه بعد از نماز. پس بحث اول بحث اعتکاف در دو حوزه، حوزه فرد و حوزه جمع. دومین بحث وارد بحث دین میشیم که این میشه در 3 جلسه. اولین حرف اینه که آیا واقعا دین نیاز پاسخگوی به نیاز هست یا نیست. دیروز عرض کردم اون بحث رو میخوام اینجا طرح کنیم. چرا اینجا طرح میکنیم؟ چون شما در یه جامعه هستید فرادینی، در غرب، در اروپا و در غیر اروپا. جریان های الان حرکتی رو شروع کردن به این معنی که دین یه مقوله شخصی است، مثل نیاز به یک نوع شراب، میل به یک نوع خاص از چیزها، حالا میخواد فیزیکی باشه میخواد روحی باشه. بنابراین یک مسئله ثمر بخش که در نظر تجربه به نتیجه رسیده تو اروپا میخوان این تئوری رو بگن که اینجور نیست، حالا دینم نداشتی نداشتی با همین. ما میخوام این جواب رو بدیم که آیا دین میتونه نیازمندی ها رو پاسخ بده یا نه. برای که بخوام این مسئله رو مطرح کنیم در 3 جلسه، چون فاکتورهای مختلفی تو بحث هست که دین واقعا میخواد پاسخ بده یا نه. یک، برمیگردیم به حوزه روح، مسائل فکری، آیا تو این حوزه دین ورود میکنه یا نه. چون بعضی ها این تفصیل رو قائل شدن، یه عده از غربی ها که این ریشش از آلمانه، حالا به فرانسه هم کشید، به جای دیگه هم کشید، تصورشون اینه که دین میتونه روی روح کار کنه، اما دیگه حوزه مادی ها رو جداش کن، به مادیات کاری نداره، به زندگی شخصی کاری نداره. دین رو میخوای بپذیری بپذیر، چه اشکال داره یکی مسیحی، یکی مسلمان، یکی بودایی، یکی هندو با هم زندگیشون انجام بدن، چون در مقوله فرد هر کس فکر خودش رو داره. نگاه دوم اینه که دین برای پاسخگویی به مادیات هم هست، یعنی تو حوزه فرد وارد میشه، اما در همه پیکره او هست، در زندگی فردی، در خوردش، خوراکش، ازدواجش، آینده انتخاب کردنش، برنامه ریزی کردن، همه اینا هستیم. پس تنها حوزه روح نیست، حوزه جسم هم هست. لذا ما اینو هم به عنوان یک جلسه باید بحث کنیم، پاسخگویی دین به نیازهای مادی. در جلسه سوم یه بحثی رو من میخوام شروع کنم، اصطلاح رو هم من میخوام طرح کنم، به این که تکنولوژی دین. مقصود من از تکنولوژی دین سادش کنم، یعنی آیا دین هم یه چیزی است آپدیت بشه، فرمول های دین آپدیت میشن یا نه. شما هر چیزی رو که استفاده میکنید بالاخره هر ورژنی چند وقت که میگذره جواب نیازها رو نمیده، باید عوضش کنید. دیگه هر بهترین تلویزیون هم که داشته باشید الان دیگه یک سال بعد میبینید خیلی پروگرام ها رو جواب نمیده، باید عوضش کنید. آیا دین هم در مقوله این دست از تکنولوژی ها هست؟ که این خیلی بحث مهمی است. اینو میخوام بذارم آخرین روز که این یخو آب بشه روحیه ها. بله دیگه، عادتا به دوشنبه یا سه‌شنبه میرسونیم، بگید دو سه‌شنبه که نداریم، همون یک شنبه بعد از ظهر و دوشنبه این مسئله رو باز میکنیم. چرا؟ برای که تا اون موقع شما یه مقدار تو فرمول های کلی مسائل دینی قرار گرفته باشید. میخواد این طرفشه؟ صندلی خالی هست. بعضی خانوم صندلی ها یه جوریست که نمیتونید یادداشت کنید، نه؟ حالا دیگه باید سنتی عمل کنید، رو پا یا رو دست یادداشت کنید. لذا من بحث رو گذاشتم برای آخرین جلسه بحثی که ما اونجا ببینیم آیا میشه ما روی آپدیت کردن دین فکر کنیم، اگر هست کار کیه و در چه حوزه های دین قابل تبدل، قابل تغییر. امروز یه بحث کلی رو میخوام طرح کنیم. این تیتر مسائلی بود که خواهیم داشت در خدمت شما بزرگواران. نکته‌ای که دیشب عرض کردم هم با جدیت میگم که سوالات رو از الان هر چی به ذهن میرسه یادداشت بفرمایید. من تایم بیشتری رو برای جواب‌ها و سوالات شما خواهم داشت. بنابراین از الان مرقوم بفرمایید. گاهی سوالی که شما دارید یکی دیگه مطرح میکنه، دیگه نیازی نیست اونو میتونید
سولینیش کنید، پاکش کنید، هیچ. بنابراین سوالات از همین الان چیزی که به ذهنتون میرسه به صورت تیتروار مرقوم کنید، یه تایمی هم برای او خواهیم داشت. اینو به جهت میگم که گاهی وسط بحث اگر سوال تر بفرمایید ممکنه من بخوام جواب بدم، وقتی وارد جواب بشم ناچارم شاخ و برگاشو هم بگم که جوابتون ناقص نمونه. این جواب دادن ها و این شاخ و برگ ها اصل مسئله ممکنه ناقص بشه، یه عده اصل رو دارن پیگیری میکنن براشون باز نشه. لذا من به همین جهت میگم مرقوم بفرمایید. بعد از جلسات هستم، بنای منم هست این بار به نوعی آمدم خدمتتون در سوئد که اگر در بین روز هم سوالاتی پیش اومد گاهی انفرادی بخون طرح کنید، همه رو نگذارید بر روز دوشنبه. بنابراین من در خدمتتون هستم، روز دوشنبه هم بناشو بمونیم بذار دیگه، مثل قبل نیست که من هم روز آخر من زودتر بخوام برم. بنابراین وقتی رو هم سعی میکنم در نظر بگیرم برای سوالات انفرادی و جلسات انفرادی که در خدمتتون باشم. حالا یه صلوات محبت کنید. مهمترین هدف از اعتکاف، نه این اعتکاف سه روزه، هر اعتکافی شما میتونید تو منزلتون دو روز معتکف بشید، میتونید تو محیط کارتون حالت اعتکاف رو داشته باشید و نیازم هست هر هفته بالاخره یک روز، هر ماه یک روز رو به خودتون استراحت روحی بدید، که البته استراحت نیست، فکر کردنه، کار کردنه. حتما هم نیاز نیست تو مسجد باشه، اگر دیدید تو مسجد هم نه، یه جنگلی، یک باقی، یه ایلاقی، یه روستایی، یه جایی که خوش آب و هواز توی محدوده، یه جایی متمرکز بشید. این نیازه و همه ادیان آسمانی هم و غیر آسمانی هم روی این تأکید دارن، این اعتکاف باید باشه. منظور ما از اعتکاف یه اسم شکلی نیست، منظورم اونه که به خودمون برگردیم، چی هستیم، چی کار میخوام بکنیم، کجا میخوام بریم. دو تا عنصر نتیجه اعتکاف باید باشه، دو چیز. یک، خودسازی. ما فقط خودسازی رو میخوام تو این جلسه مطرح کنیم که اسمش رو میگذاریم تربیت فردی، خودمون رو ساختن، و تربیت اجتماعی، که هر دوتا شما نسبت به خودمون داریم بحث میکنیم. اولش چون من دارم تیترها رو میگم ممکنه بگید بحث مقدار اولش خشک، طبیعیه، وقتی وارد شکل و مستاق بشیم کم کم اون شیرینی هایی هم که لازم باشه به دست میارید. به هر حال نگاهتون به این جلسات این باشه که شما یه دوره آموزشی دارید تش میارید، نه مسجد، نه هیئت، نه سخنرانی. حواستون به این باشه که ما یه کلاس اجباری رو داریم، خودمون اجبار کردیم بریم، لذا مطالب کلاس رو مثل همون کلاس خاص باید گوش بدیم، پیگیری کنیم، به نتیجه برسونیم. اولین بحثی که ما مطرح میکنیم اینه که برای که من بخوام خودم رو بسازم چی کار باید بکنم؟ هر کدام از شما قطعا به این سوال رسیدید که بالاخره من آیا اینجایی که هستم راضیم یا راضی نیستم. اگر راضیم خوب خوبه، اما باید ببریدش بالاتر. اما اگر راضی نیستم از خودم، گاهی اوقات شما این سوال رو مطرح میکنید که چرا من این وضعیت رو دارم؟ چرا از نظر درسی اینم؟ چرا از نظر خانوادگی اینم؟ چرا زندگی فردی من به این نتایج رسیده؟ بالاخره ناراحتی هایی دارید، یه نقطه های امیدی هم دارید، یه نقطه های خوشحالی هم دارید. برای که بتونید اینها رو جمع کنید و پاسخ بدید و هرچی زودتر بهتر، اونایی که نوجوان هستن زودتر، اونایی که به جوانی و پختگی رسیدن زودتر، دیگه هرچی سن مختزیش اینه که آدم زودتر خودش رو برسه بهتره. مثل یه ماشینی میمونه که وقتی 4-5 سال از کمپانی خارج شده سریع بهش سرویس بدید، رسیدگی بکنید، مراقبت بکنید، عمرش بیشتره. اما اگر گذاشتید این ماشین دوبار موتورش سوخت، یکی دوبار حادثه دید، بعد که بخواش بهش برسید بازم خوبه، چاره‌ای ندارید، باید برسید، چاره‌ای ندارید، برای که بتونید استفاده کنید باید بهش برسید. اما وقتی بعد از 10 سال میخواد بهش برسید دیگه دیره، یعنی خیلی چیزاش دیگه دست شما نیست. این شاسی ماشین رو باید تحملش کنید، این موتور دیگه درش باز شده، باید تحملش کنید. من و شما هم اینجوریم، هرچی زودتر برسیم موفق تریم. افراد مختلفی هم بودن که اینها 40 سال 50 سال عمر رو گذروندن، پشیمون هم هستن، شرایط زندگیشون ناراحت بوده، با یک دوره کوتاه متحول شدن، صاحب طرح شدن، صاحب نظر شدن، مؤلف شدن، بالاخره در زندگی به یه جایی رسیدن. حتما نباید مؤلف بشیم، همین خوشبختی رو احساس کنیم یعنی به جایی رسیدیم. خب برای خودسازی ما چی کار باید بکنیم؟ 3 تا مرحله داره.
اینا رو دارم میگم، این سه تا مرحله خیلی مهمه. من میخوام کاربردی بگم، عملی بگم که شما ملتفت باشید. ما این سه مرحله رو که طی کنیم میتونیم به خودمون تاثیرگذار بشیم، خودمون رو تغییر بدیم. ببینید بحث من قسمتش هویت دینی داره، اما قسمت اصلیش به خود شما، روحیات خود شما، روان خود شما، عادات خود شما و کاریزمای تک تکتون بستگی داره. یعنی یه چیزی شما حوزه حدیث و روایت نگاه میکنیم، اون قسمت قداستی موضوعست، اما یه قسمتیش کاری به حوزه حدیث و روایت نداره. ما نمیخوام اونا رو آنالیز کنیم. شما تو خودت باید این الگوها رو بررسی کنی، این مصداقها رو بررسی کنی، خودتو بسنجی. یک، اولین مرحله خودمون رو بشناسیم. من هر موردی رو با آیات و روایات یک شاهدی میگیریم، یک شاهدی رو از آیه ها استفاده میکنیم، بعد وارد بحث اصلیش میشیم. در این مورد که خودمون رو باید بشناسیم، تو آیات قرآن که شما نگاه کنید تأکید میکنه، میگه اگر خودت رو شناختی، جوهره خودت رو تونستی کشف کنی، بحث خدا و دین هم برات مطرحه، خدا رو هم میتونی بهش پی ببری. این در خیلی از آیات قرآن تأکید شده، میگه اون اگر میخوان ما رو بشناسن تو خودشون نگاه کنن. سناری هم آیاتنا فل آفاق یه جا داریم، فی انفوس یه جا داریم، میگه یه جا به اطرافتون نگاه کنید، یه جا تو خودتون رو نگاه کنید. اگر میخواید خداشناسی یا دین در شما ثمر بده و نتیجه بده، اول خودتون. آیات دیگه ای داریم که بحث قابلیت ها رو مطرح کنه. آیه مشهور رو شنیدید، فمن یتوکل علی الله فهو حسبه، هر کی به خدا توکل کنه خدا کفایتش میکنه. توکل کن، همه چیت حله. و بعد میفرماد ان الله بالغ امره، خدا اون کاری که باید بکنه میکنه. این دو قسمت رو ما کاریش نداریم. قسمت آخر، قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر کسی یک ظرفیتی داره، هر چیزی یک ظرفیتی داره. من این دو تا رو کنار هم گذاشتم که دو تا نکته رو بدونید. یک، تا خودمون رو نشناختیم مفهوم عبادت و خداشناسی خیلی خودش رو آشکار نخواهد کرد، خیلی ثمر نخواهد داد. دو، هر کدام از ما یک ظرفیتی داریم. این که شما ظرفیت رو چجوری روش کار کنید، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. کاری که الان در غرب، یکی از موفقیت هایی که غربی ها دارن اینه که از سال دوم دبستان، دوم آموزشی، حالا تو ایران میگیم دبستان، فارسی میگیم دبستان، شما میگید المانتر، پریمر، هر چی که میگید، از سال دوم، سال اول نه، میخواد با محیط آشناش کنن. از سال دوم دو تا درس رو با زیرکی آوردن تو متن درسی. این کار تحسین شده است. امیدوارم یه روزی تو جوامع مذهبی و اسلامی هم این مسئله باب بشه. یک، روش تفکر اصلی ترین درسی است که از سال دوم، یعنی بچه من، بچه 6 7 ساله یه درسی میخونه که برای شما سوال برانگیز. این روش تفکر یعنی چی؟ شروع میکنن و این تا پایان دوره آموزشی این درس هی افزایش پیدا میکنه، پیشرفته. منظور از روش تفکر یعنی چی؟ یعنی من چجوری فکر کنم، چجوری بشناسم. این خیلی مهمه، اینکه شما قابلیت‌های خودتون رو بشناسید. تو مسائل عبادی شما با روزه بیشتر کنار میاد، من مثال میخوام، وارد مثال بشیم، شما با روزه بیشتر کنار میاد یا با نماز؟ کدام یکیش بیشتر قابلیت‌های شما، کدوم بیشتر علاقمندید، کدوم بیشتر تمایل دارید؟ یه مثال ساده، در کارهای خونه، یه خانمی بیشتر علاقمند به کارهای گل و باغبونی است، وقتی وارد خونش میشید تزیین خونه با گل و درختکاری و سبزه ها و کارهای خیلی زیبای باغبونی، این اون ارتباط، این حس رو حتما میخواید. حس طبیعت و ارتباط داشتن خیلی مهمه. اگر همیشه تو مسجد بودید ولی انگیزه به گل و بلبل نداشتید، بدانید بیماریه، این خطره. یعنی کسی که دائما تو مسجده ولی تو خونش با گل حرف نمیزنه، گل تو خونش نداره، گلدون نگهداری نمیکنه، علاقه ای نداره، اینا رو خودشون حواسشون باشه یه جای کار داره مسئله میلنگه. چون کسی که نتونه با طبیعت ارتباط برقرار کنه، قطعا با خدای طبیعت ارتباطش خیلی محل ابهامه. شما باید حیوانات رو دوست داشته باشید، اینا تو قابلیت فردی. اگر کسی حیوان رو میبینه فکر میکنه اه اه چندش هم گیره، باید برگرده به خودش، آخه چه داستانیست؟ من و شما مثل همونیم، فقط فرقمون در یه سلسله امتیازاتی است که ما رو مغرور کرده. بنابراین ارتباط داشتن با طبیعت جزو قابلیت هاست، باید پرورشش داد. باید عادت کنید که وقتی گل زیبا رو میبینید بگید باریکلا، باریکلا خدا چی کار کرده.
این حس در شما ایجاد بشه، باید این احساس تغییر داشته باشید. مگه میشه شما یه غذایی که دوستش دارید رو جلوتون بیارن یا حتی اسمشو بیارن آنزیمای معدتون ترشح نکنه؟ اگر خدایی نکرده شما غذایی که دوست دارید اسمشو گفتن یا نشونتون دادن حالی به حالی نشدید، معدتون تغییری نکرد، سریع باید برید پزشک گوارش، چون پزشک باید بررسی کنه اینکه آنزیمای معده شما حرکت نکرده، شما سیستم عصبیتون اختلال داره. اینو همه پزشکا میگن، حرف من نیست. یعنی یه غذا رو، بله غذا رو، گل رو اگر دیدید تغییر نکردید، یعنی احساسات شما، اون عواطف اصیل و ریشه دار شما مسئله داره. چطور شما این زیبایی رو دید قبول نکردید؟ حالا همه زیبایی ها خوبه، یه سریشو میشه نگاه کرد، یه سریش هم باید حواستون باشه، بعضی زیبایی ها رو دیگه نگاه کردنی نیست، ولش کنید، اونجا همینجا سانسورش کنید، خیلی زیاد نگاه نکنید. خب این گل بس باید اثر کنه. اگر من احساس کردم که تغییر نمی کنم، تو شناخت خودم مشکل دارم، نتونستم قابلیت های خودم رو بفهمم. پس یک، بحث شناخت، خودم رو بشناسم. نتیجه این شناخت چیه؟ وقتی خودم رو شناختم باید قابلیت هامو تنظیم کنم. یه بچه رو شما دیدید نقاشی دوست داره، نقاشی دوست داره. حالا گاهی پدر مادرایی که تو قدیم خیلی مذهبی بودن جلوشو میگرفتن، چون نقاشی در اسلام یه روایاتی داریم براش حاشیه درست کرده، طبیعی هم هست، به خطاطی خیلی انگیزه میداد، به نقاشی نه. به موسیقی هم الان هم همینه، در داخل، یعنی در فضاهای جوامعی که مقدار بسته تر هست، مذهبی تر هست، موسیقی رو میگن برای قرتیا، برای مطربی، تو ولش کن، دنبال مطربی نرو. شما تو پاکستان، تو افغانستان، برای کشورها بخواد دیگه، میدونید دیگه دوستانی که از این کشورها اصلا میدونیم، مثلا آموزش موسیقی یعنی هم مطربی، تعریف موسیقی رو میگن مطربی. بریم میگه بچم آقت میکنم، این همه زحمت کشتم، نون حلال دادم، رفتی دنبال مطربی. آیا این تعبیر درسته؟ نه. اینا رو باید یکم فکر کنیم. آیا هر چیزی که قشنگه باید بگیم نه؟ آیا صدا قشنگه؟ شما چه اجباری بگین صدا زشت؟ یه ترانه، ترانه که میگم من، یعنی موسیقی های اصیل، از صدای آب بگیرید، صدای بلبل رو بگیرید، قناری رو در نظر بگیرید، یک نی زدن رو در نظر بگیرید، نی چقدر صدای آرام بخشی داره، این قشنگه. حالا من چون مذهبی ام بگم خیلی زشته، منم که روحانی بگم، وقتی من بگم بعد فردا اینا میگن حاج آقا گفت نی صدای قشنگی داره. نه خب قشنگو باید بگیم، قشنگ این که دیگه بیماری است که اگه من بگم قشنگ نیست سانسورش کنم، این یعنی من مشکل دارم، چون واقعیت داره که باید گفت. یه صدا قشنگه، یه خواننده صدای لطیفی داره، خب این لطیف، لطیفه دیگه، زمان پیغمبر هم میگفتن این لطیفه، الان هم میگیم لطیفه، حالا من اجبار دارم بگم زشته. اونجا معیار دادن که چی خوبه و چی بده، همه گلا قشنگه ولی بعضی گلا رو بخورید خدا نره بیمارستان هم نمیتونه کاری براتون بکنه. بعضی گلا خیلی زیباست اما اگر دو سه بار بهش دست بزنید، به صورتتون دست بزنید، تمام کار. این دیفنباخیا گل خیلی زیباییست، برگاش خیلی خوشگله، قشنگه، هیچ شکی هم تو قشنگیش ندارید، اما اگر دو سه بار دستتون رو بهش بزنید بعد به صورتتون یا به لبتون بخوره تاول میزنه. قشنگی، هر قشنگی هم باید یادتون بشه. ما همه چی رو باید ببینیم اما باید تشخیص بدیم کدام مناسب ماست. بحث ما بحث اینه که خودمون رو بشناسیم. الان شما حضور پیدا کردید، من مثال‌های حاشیه رو میزنم برای که بحث رو ساده‌اش کنم. من میخوام زبان مطلبی رو که داریم بیان میکنیم زبان ساده‌ای بشه، همه فهم باشه. چرا باید خودمون رو بشناسیم؟ اولا شما در دوره اعتکاف این بهره برداری رو بکنید که قابلیت‌های من چیه در حوزه اعتقاد، در حوزه زندگی. من چه چیزی از خودم نفهمیدم؟ آیا میتونم بنویسم؟ آیا میتونم ارتباط با خدا داشته باشم؟ آیا میتونم اون چیزهایی رو که به عنوان مقدسات عقیده دارم باشون رابطه برقرار بکنم یا نه؟ با امام زمان چجوری میتونم رابطه برقرار کنم؟ چه پارامترهایی او میخواد که من دارم؟ چه چیزهایی رو من ندارم؟ خودم رو باید بشناسم. همین ها رو دارم تاکید میکنم، برگردیم به خودمون. شده تا بال یه کاغذی بردارید ویژگی های خودتون رو برای خودتون بنویسید. این خیلی مهمه. گام اول، من بیشتر دوست دارم بشنوم یا حرف بزنم، علاقه به نوشتن ندارم. یعنی شما این قوای خودتون رو باید شناسایی کنید. آیا بیشتر دنبال دیدنید یا دنبال گوش دادن؟ یکی خیلی دوست داره فیلم ببینه، یکی دوست داره کتاب بخونه، هر دوتا قابلیت دارن اما این جهت کارکردشون با هم فرق میکنه. این بیشتر دوست داره بشنوه، با شنیدن رشد میکنه، با کلاس رفتن علاقه داره رشد کنه. یکی دوست داره کلاس نه، حال کلاس نداره، ترجیح میده تو خونه بشینه و بخونه. این ویژگی‌ها و پارامترهاییست که باید در خودتون اول بشناسید. چه چیزهای ویژگی شماست؟ حساسیت هاتون به چه نکته هایی هست؟ چه چیزهایی برای شما مطرح نیست و اهمیت نداره؟
اصل اول در خودشناسی اینه. روایت هم که شنیدید دیگه، من عرف نفسه عرف ربه. اگر قابلیت های خودتون رو بشناسید بعد میفهمید که خداشناسی یعنی چی، به خدا میشه پی برد. توی یکی از شهرهایی که پایین فرانسه است، پایین پاریس، به نام ایوغی، از فرودگاه پاریس به نام اولین شهر تقریبا 20 دقیقه نیم ساعت راست، یه دختر خانومی است که این دختر خانوم فلج کامله، یعنی دست نداره و حرکتش هم روی ویلچر. اما همین خانومی که فلج کامله، دست نداره و روی ویلچره، فقط پا یه حس مختصری داره، با وصل کردن همین نوارا و دستگاه های عصبی که دیدی چی؟ ایشون یه کارهای دیجیتالی خارق‌العاده میکنه و یه دکترای افتخاری هم گرفته تو برنامه نویسی کامپیوتر و خیلی هم توانمنده. دو سه بار هم تلویزیون آرت پاریس نشونش داد که این یه چیز خارق‌العاده است. یعنی دست نداره، طبیعتاً از خیلی مزایایی که یک دختر میتونسته برخوردار بشه محرومه، اما قابلیت ها شناخته شده، هم خودش شناخته هم دیگران شناختن. این خیلی مهمه. پس آدم میتونه در اوج شرایط دشوار ولی قابلیت های حیرت انگیز بله داره. خیلی از نقاشایی که شما الان میبینید آثارشون خیلی ارزشمنده، به دوران خودشون نگاه کنید خیلی بی هویت بودن. خودش چی داد، خودش شناخته، همونم کار کرده و نتیجهش اینه که آدم های بزرگ شدن. لذا ما اگر خودمون رو نشناسیم نمیتونیم اعتبار خودمون رو هم شناسایی کنیم، به دیگران هم معرفی کنیم. وقتی خودت رو بررسی کنی میبینی خیلی قابلیت ها در شماست، توان فهمیدن، توان انتقال دادن. از توی یه آشپزی ساده بگیرید، بعضی خودشون تلقین میکنن که من که نمیتونم، خوشم هم نمیاد، این خوشش نمیاد. گاهی دلیلش این نیست که خوشش نمیاد، چون یکی دو بار خرابکاری کرده، ترسیده، ملامت شده، بهش زخم زبون زدن، این دیگه نمیاد بگه من میترسم، میگه خوشم نمیاد. در حالی که خیلی از خوش نیامدن ما به خاطر ترس از ملامت. ترس از ملامت یکی از عواملی است که موجب میشه شما نتونید خودتون رو بسازید. نمره بدی آورده در مدرسه یا در دانشگاه، از درس خوندن زده شده، این دلیل نمیشه شما قابلیت نداشتید. نه، فضای درست شده، شما ملامت شدید، سرزنش شدید، ترسیدید، حالت تحقیر. شما دیگه نمیاد بگید که من باید مبارزه کنم، میاد صورت مسئله رو پاکش میکنید، میگه من ادامه تحصیل انگیزه ای ندارم. نه، انگیزه قابلیت ها رو ممکنه داشته باشید. خیلی از دانشمندان ما، خیلی از افرادی که موفقن، نتیجه موفقیت چون که خودشو شناخته، خودشو باور کرده. باور کنید که توانایی دارید و باور کنید که توانایی شما هم بالاست. هیچ محدودیتی برای توانایی انسان نیست. هیچ دلیل مادی و غیر مادی اینو قبول نکرده که انسان محدود. پس بحث اول خودشناسی است. خودمون رو بشناسیم. چی جوری؟ ممکن از بنده بپرسید یه راه عملی بده. راه عملی، شما در طول روز نیم ساعت سه ربع رو وقت بگذارید روی تیک کاغذ، من چه ویژگی هایی دارم، چه چیزهایی رو دوست دارم، از چه چیزهایی بدم میاد، اینا رو آنالیز کنید. اونایی که دوست دارم چرا دوست دارم، اونایی که دوست ندارم چرا دوست ندارم، آنالیز کنید ببین آیا واقعا بده یا نه من دوست ندارم. چون بعضی چیزا بد نیست، شما تجربه بدی داشتید ازش کشیدید کنار. من به این نفر توی جلسه مهمانی غذای فسنجون مقابلش بود، مقابل بنده هم بود، من با استقبال ازش دیدم ایشون انگیزه ای نداره. گفتم چطور خوشم؟ گفت من خوشم نمیاد. گفتم دلیلش اینه که تو خانواده که بودی مادر و اینا برای درست نمیکردن، حالا الان خوشت نمیاد. گفت آره اتفاقا تو خانم انگیزه نبود، خودش فکر نکرده بود چرا، ولی خب من تو ذهنم بود چون تجربه نداشته. گاهی شما چیزی رو چون تجربه ندارید میگید نه خوشم نمیاد، در حالی که چون نمیدونید. صدای آب رو دقت کنید، وقتی این رودخانه داره این آب رو از روی سنگ ها به هم میغلطونه و حرکت میده، این صدا خیلی زیباست، صدای قناری خیلی زیباست. ما یه همسایه داشتیم، این از صدای قناری خیلی خوشش نمیومد. یه بار با گوشه کنایه به من گفتش که آخه وسط روز اینا میزنن به چه چه، حالی داری حاج آقا؟ من خیلی با احتیاط بهش گفتم نه شما یکم بی حالی حاج آقا، دلیل نمیشه من حال دارم، شما بی حالی، چون این طبیعته. اگر تو نمیتونی با طبیعت ارتباط برقرار کنی مشکل شماست. این که شما صبح یه گلی آب بدی، یه روحیه عوض کنی، به شما انرژی میده. چرا ما میگیم وقتی میخواد آب بخورید بگید بسم الله، چون انرژی منتقل بشه در طول زندگی. من نمیخوام وارد اون بحثش بشیم. باید بدونیم خودمون رو تا نشناسیم نمیتونیم روش کنیم. پس همه توجهتون باشه قابلیت های خودتون.
من برای که این مسئله یکم بازتر بشه بگم، گاهی ناچارم بحث خانوادگی کنم، چون به من گفتن قریب 80 خورده خانم ها هستن، آقایون هم شامل حالشون میشه. گاهی تو زندگی مشترک دوچار مشکل میشید، ازدواج کردید با طرفتون دوچار مشکلید، یا ازدواج نکردید با پدر مادر دوچار بحرانید. اولین نکته که وجود داره اینه که شما به این شرایط رسیدید که ما با هم تفاهم نداریم، با هم درگیریم، او یه ویژگی داره من یه ویژگی دارم، و زودم کاتش میکنید. برید وارد این جور زندگی ها بشید از نزدیک، بعد متوجه میشید خیلی از چیزها به خاطر اینه که همدیگر رو نمیشناسیم، خودم رو نمیشناسم و اون رو هم دارم بر اساس شناخت ناقص خودم از خودم میشناسم، یعنی با خودم مقایسه میکنم، با خودی که خودم رو نشناختم. اون یه عادتهایی داره، اون عادت کرده که بیشتر با حرف زدن مسئله رو بپذیره، من عادت دارم بیشتر با کتاب خوندن و تحلیل کردن بپذیرم، او عادت داره معمولا غذاهای سرد رو با این شکل بخوره، من عادت کردم غذاهای سرد رو با این شکل بخورم. ما دو نوع عادت متفاوت داریم، دو نوع مش متفاوت داریم، دو نوع انگیزه متفاوت داریم. چون خودم رو دقیق نشناختم با اون عادتهای خودم او رو مقایسه میکنم، بهش نشه میرسم که متفاهم نداریم، اصلا نمیفهم من چه رنگی رو دوست دارم، اصلا نمیفهم من چه جوری دوست دارم بشینم، حتی تو مسائل خاصم اون نمیفهم من چی میخوام، در حالی که یک، خود شما نتونستی خودتو آنالیز کنی، شناختی نداری، دو، داری اون رو با تعبیرات ناقص خودت مقایسه میکنی. خیلی از اشکالاتی که تو زندگی افراد پیش میاد سر اینه که اینا اصلا فرصت ندادن که هم دیگر رو بشناسن، و فرصت ندادن که خب اگر قرار هم دیگر رو بشناسیم یه جاهایی میتونیم با هم دیگه حلش کنیم. تو مسائل زندگی هم همینه، شما وارد محیط کار شدید، از کارتون خوشتون نمیاد، اصلا خوشتون نمیاد، دارید کار میکنید ولی جنگ اعصاب، روحیاتون به شدت سخته، نمیپذیرید. بعضی مهاجرن وارد کشوری میشن برای که بیمهشون قد نشه، بهش میگن یا این کارو بکن یا نه. کش اون شرقی هایی که معمولا از حوزه خاورمیانن، خیلی باز نکنم، به خاطر طبیعت های خاص نمیپذیره، تو محیط کار همش تنش داره، همش ناراحته، کاری که من میخوام نیست، من همه زحمت کشتم اومده میگه نگاه چه وضعیتی است. دلیلش اینه که قابلیت های خودشو نسنجیده، چون نمیدونه چه فاکتورهایی توشه، نمیتونه با محیط کار همراه بشه، احساس میکنه محیط کار بهش ظلم شده. حالا ممکنه کارم سخت باشه، ولی با سخت‌ترین کارها هم میشه کنار اومد. من این دوستی داشتم به نام آقای پق سپاستیان، کشیشه، ما تقریبا 3 سال رو با هم بودیم و بعد ایشون مهاجرت کرد رفت یه شهری به نام اورلان، اونم توی یک روستایی مربوط به این شهر. ما میگیم روستا، تو کشور مثل فرانسه واژه روستا رو به کار نمیبرن، حالا میگن پوتیت ویلج ولی میگن شهر کوچک، شهر بزرگ، واژه روستایی و روستایی خیلی لطیف نیست تو قرن 20 و 19 هم. ایشون زنگ زد که با خانواده بیاد اونجا به 3-4 روز بمون. ما هم از خدا خواست، چون محیط روستایی که میگیم خب خوشحال و حواس، ما هم خسته حال نداریم، بچه هم یه جای پیدا کنن جولان بدن دیگه، که تو خونه های آپارتمانی میدونید زندگی کلن همه چی دیکته شده است. ما هم از خدا خواست رفتیم، تا که رفتن دیدم اوه این کلیسای در به داغون، اون کلیسای خیلی قشنگه، مال قرن 17 کلیسا کنت کنیم، طبقه دوم یه جای خوبی رو مرتب کرده بود و که من و خانواده راحت باشیم با بچه، ولی کلیسای خیلی در به داغون بود. گفتم خودت خواستی؟ گفت نه، به خاطر همون دانشگاهی که رفتم، چون اینا برایشون ادامه تحصیل ممنوعیت داره، اگر بخواد ادامه تحصیل بده اون کلیسایی که ایشون به قول ما امام جماعتشه دیگه معلوم نیست اونوش برگردونن، میاد تو لیست مجدد وقتی تحصیلش تمام شد، میگن اگر کلیسای دیگه بود میری، اگر شهر دیگه بود بعد همونجا رو قبول کنی. یک نظام خیلی جالبی داره. ایشون هم برای که ادامه تحصیل بده رفت تو لبنان، 6 ماه اونجا بود. وقتی برگشت بود گفته بودم بهت گفته بودیم اگه بری رفتی. نوبت شده بود که بره 5 سال. اینجا خب این چیز شما نداری، چون اینجا کاتولیکا خیلی کمن. اینجا خیلی کاتولیک کم داری، اونجا مرکزش تو اروپای مرکز. من وقتی کلیسا رو دیدم خیلی بد شد حالم. تو از کلیسای نوعی یه جای جنتلمن که رئیس جمهور اون اومدی توی بیغوله، اونم توی استان مرکزی فرانسه، کلیساش هم یک کلیسای کهنه، اصلا هم بازسازی نشده بود، چیز خیلی نو. قسمت خونه ما خوب بود، ولی قسمتی که خودش میخواست بشینه حیاتش، یک زمین خیلی تقریبا 800 متر زمین فضای داخلی که خونه شد تا کلیسا، این فضای خاک و خل و خیلی به هم ریخته و علف در آمد. میگم دلم به حالش سوخت. صبح که پا شدیم این میزونه رو برامون آماده کرد، ما خیلی دیرتر باشیم. سر صبحونه با احتیاط پرسیدم که نمیتونستی یه مقدار نزدیکترت کنم به پاریس؟ نگفتم به خاطر وضعیت رقت بارد، گفتم به خاطر خودمون حداقل
یه فروشگاهی تو کلیسا دارن، فروشگاه جالبی است. ماهی یک بار گفتم حداقل به بهانه فروشگاه ما راحت تر بودیم. گفت نه نه من استقبال کردم. گفتم آقا چطور استقبال کردی اینجا؟ خیلی تو بخواد آباد بشه 3-4 سال. گفت نه من هر جا که میرم سعی خودم آپدیت میکنم، بالاخره من توانایی دارم. یکی از تخصصهای من، این جملهش خیلی بر من درست، یکی از جملهای تخصصهای من این کندوی عسل گله. گفتم خب عزیز من اینجا همه علفه، تو بخوای عسل در بیاری خودت از دنیا رفتی، ما بعد برات. گفت نه نه خیلی زمانش ساده. اینقدر خون سرد صحبت میکرد من هرسم در میومد. خب یعنی که تو اینجا زمین خالی است، تو بخوای گل بکاری، درخت بکاری، بعد کندو بیاری، این عسل زنبورم میدونید که بعد عادتش بدید، بعد مثل کبوتر بمونه عادتیش کنید، زنبور رو بعد بخرید، بعد اونم دونه چقدر بخرید، پرورشش بدید. او ما که گذروندیم، خوشم گذروندیم، چون بالاخره دستپختش هم خوب بود و اون چیزایی که ما می‌خواستیم. 3 روزمون تمام شد، برگشتیم، شد به سال 2014. 2014 ایشون گفتش که برای نوئل سرد نیاد، برای فلان عید. گفتیم باشه، رفتیم با خانواده. البته خانواده در اکراه داشت، برای اینکه اون فضا میدید. من دنبالی بودم که از فضای پاریس خارج شم. وقتی رفتیم دیدیم عجب باقی شده، این گلای زیبا این یک سال و نیم چیکار کرده. و خیلی جا خوردم، یعنی شوکه شدم. بعد اونجایی که ما توش اقامت میکردیم دیدم هر اتاق، میدونید تو فرانسه خیلی مقیدن تو یک 4 دیواری، هر دیوار یک رنگ داره، همه رو نمیان سفید کنن. این تیکه سفیده، ضلع مبربش مثلا سبز فیروزه‌ای، سفید هم استفاده نمیشه، باید حتما رنگ باشه، رنگ های متنوع. اصلا اینجا رنگ کرده، فضا رو عوض کرده. و یک کندوی کوچولو هم گفت به ثمر رسید، اینم برای شما، یه عسل هم داد طبیعی. من جا خوردم، آخه چطور ممکن جامعه عوض کنم؟ خیلی برام سخته، یاد محل کلاس درسیم بخواد عوض شه خیلی برام سخته. اگه به من بگن دانشگاه فعلا تعمیرات داره برون دانشگاه، خیلی غر میزنم که اوه حالا باز تو اونجا برم پیدا کنم کدوم کلاس بود چی بود. در حالی که اونا چون خودشون خوب شناختن، بلا فاصله هماهنگ میشه، بلا فاصله آپدیت میشه، متوسط عمرشون هم 85 به بالاست. در حالی که اونی که هرس میخوره خودشو نشناخته، متوسط عمرش خیلی هورر کنه میشه 70 سال. چی میشه اونقدر موفق میشه؟ من چون کنجکاو بودم برام آنالیز شد، دیدم او با شرایط خیلی راحت همراه شد. گفت اتفاقا من این کارو بلدم، این کارو بلدم، این کارو بلدم، این شرایطم برای من هست، خودمو تو اینجا نشون میدم. شما توی کارهای هنری هم که انجام میدن نگاه کنید، از تمام اون علایقشون و فنونی که بلدن از جزئیش هم استفاده میکنن. پس اولین عنصر برای که خودمون رو بسازیم، بشناسیم چه توانایی هایی داریم، چه قابلیت هایی داریم، روی اینها کار کردن و پرورش دادن. من فرصت نیست که بخوام همه اینها رو بازگو کنم، چجوری پرورش بدیم. اینجا دیگه بحث های طولانی است، خودتون میتونید خیلی چیزا رو از روی اینترنت و کتاب های مختلف به دست بیارید، چجوری قابلیت ها رو افزایش دادن. این خیلی مهمه. فکر نکنید هر کس نخبه شد از توی یک خانواده نخبه بلند شد، نه. گاهی اوقات افراد ناخواسته خودشون رو شناختن. یه نجاری خودش رو شناخته، اون زمانی که فرض کنید پیکاسو پیکاسو شد، شما دیگه زندگی پیکاسو رو، پیکاسو رو که میشناسید دیگه، از فقهای بزرگ قرن کندم، بگید پیکاسو کیه؟ نقاش دیگه، نقاش معروفه. نه گفتم فقیری بخش فکر نکنی، نه یه نقاش مشهوره. شما زندگی پیکاسو رو نگاه کنید، تا وقتی مرد نه کسی میشناختش نه کسی میدونید که این چقدر مهمه. اما خودش فهمیده بود هنرمند قوی است، نقاش حرفه‌ای است. الان تابلوهاشو شما میدونید که بالاتر از 5 میلیون یورو و این حرف و قیمتاش، حیرت انگیزه. یعنی خودش رو بشناسه، مهم اینه. حالا دیگه وقتی خودتون رو بشناسید، ممکنه تو حوزه اجتماع ناشناس شید، خودتون رو معرفی بکنید. پس یک، بحث شناخت خودمون. دو، بعد از اینکه خودمون رو شناختیم، برمیگردیم به مرحله دوم، که مرحله دوم بحث اندیشه است. یک، ما باید خودمون رو بشناسیم. دو، بحث اندیشیدن، فکر کردن. من نمیتونم تمام بحث دوره تفکر رو توی جلسه بیام، فقط میتونم این گراها رو بدم که بحث اندیشیدن و تفکر کردن، تحلیل کردن، یا شما بهش میگید آنالیز کردن، این مهمترین قسمت زندگی شماست. چه در حوزه مذهب، در حوزه دین، چه در حوزه زندگی فردی، فکر کردن خیلی مهمه. من چرا نماز میخونم؟ گاهی باید فکر کرد. گاهی به نتایج بدی میرسید، نترسید. گاهی به نتایج میرسید که قشنگ نیست، وحشت نکنید. من چرا باید یه امامی رو که نمیبینم قبول کنم؟ فکر کردید، ترسیدید.
چون نتیجهش اینکه آدم میترسه دیگه، من امامی که نمیبینم بعد بپذیرم. چرا باید بپذیرم؟ اشکال نداره، فکر کنید. یه جایی به این نتیجه میرسید که دلیلش از تو روایت و حدیث بیارید، یه جایی به این میرسید که چون تو دلم احساس میکنم هست. اون که راه حلش چیه مهم نیست، من الان راه حل بحث نمیکنم، روی اینکه باید فکر کنید. بعضی چیزا رو آکبن میپذیرن، نپذیرید. من رفتم علموت قزوین، برای که این قلعه های علموت قزوین که میدونید یکی از شهرهای تقریبا شمال ایران هست و یک قلعه در اونجا هست که این قلعه مربوط میشه به اسماعیلی ها به نام قلعه علموت. خب اونجایی که میزبان ما بود، ما می‌خواستیم بریم قلعه ها، باید پیاده برید، یه جای خیلی دشواری است، یکی از قلعه های دیدنی است، خیلی هم توریست‌ها دوستش دارن. خب ما صبحش تا بعد از ظهر اونجا بودیم، این کسی که میزبان ما بود اصرار داشت بریم امامزاده. گفتم عزیز من برای امامزاده نیومدم، من برای قلعه ها اومدم، اگر وقتم اضافی اومد میرم امامزاده. نه شما امامزاده، بابا من نمیخوام امامزاده برم، اصلا من برای امامزاده نیومدم. امامزاده هر کی از محترم، من که نمیشناسمش، خیلی محترم، قدمش رو چشمون، ولی من اومدم برای علموت، وقتم هم انقدر نیست که بخوام برم. بالاخره ما علموت رو رفتیم، هول هولکی ما رو میدون از این پله ها. خب خیلی پله داره، 2000 پله است دیگه. پدری از مادر آورد ما رو کشون که ما برسیم به امامزاده. حالا ما هنوز نه عکسی گرفتیم نه چیزی یادداشت کردیم. رفتیم امامزاده، خب کجاست امامزاده؟ گفت امامزاده اینجاست. گفتم کدوم امامزاده؟ گفت این دو تا کوه رو می‌بینی به هم چسبیده، مردم میان زیارت. از مازندران مینیبوس با چه وضعیتی میومد پایین این کوه، اینا سوار یه نیسان میشون، یه تیکه دیگه میومدن بالا، بعد پیرزنا رو یک نیسانای مخصوصی پول میگرفت نفری 5000 تومان که اینا رو مثلا سوار نیسان کنه مسیر خطرناک ببره نزدیک امامزاده. مرجوم امامزاده سند داره؟ گفت نه سند، اینجا مردم میان شفا میگیرن. گفتم اسمش چیه؟ گفتن غیبی. حسن نه موهیت نه. گفتم شما شده روش فکر کنید که اصلا این چیه، این اصلا امامزاده است، اصلا اینجا امامزاده چیه؟ من به این چیز رسیم که هویت خارجی نداره امامزاده، این مردم هم دارن به خطر میدن با نیسان این مسیر وحشتناک تو دل کوه رو بروی قلعه علموت، چون یه چیزی علم کرده باشن مقابل علموت. خب یکم فکر کن آدم، نمیخوام بگم امامزاده هست یا نیست، میخوام بگم فکر کنی یه جا میخواد بری زیارت، فکر کنیم یه جا میخوام یه چیزی رو برخورد کنیم، فکر کنیم تحلیل تو زندگی شخصی، یه جا با کسی شما درگیر میشید اختلاف نظر دارید، فکر کنید. این نیاز ماست. شما دیدید اینجا، من نمیخوام اینو تایید کنم، اما گاهی اوقات من برخورد میکنم، این خانم مسیحی است، آقا یهودی است، یا خانم مسلمان، آقا مسیحی، با هم برخورد داریم، میبینم که اینا دارن هم زندگی میکنن، هیچ اختلافی هم بینشون پیش نمیاد ابدا. چرا اینجوره؟ چطور ممکنه که این خانم یک شنبه میری کلیسا، این آقا جمعه میره نماز جمعه، این خانم عبادتش فرق میکنه، این آقا نمازش فرق میکنه، با هم زندگی میکنن، یک سو تفاهم بینشون نیست. اگه سو تفاهم هست تو جریانات دیگه ایه، اینجا نیست. اما ما داخل یه زن و شوهر شیعه با هم جمکران، با هم قوم، همه چیشون به قول معروف به ظاهر روتینه، هیچ وجه مشابهتی با هم ندارن. یعنی وقتی میرید با هم هیچ تفاهمی ندارن، همش تو سر هم میزنن. چرا؟ چون هضم نمیکنن هم دیگه رو، چون نمیشنن آنالیز کنن آقا این کارو همسر من این کارو کرد، این چرا این کارو کرد؟ یکم فکر کنه بعد گارد بگیره، یا اون آقا هم همینطور یه فکری بکنه بعد گارد بگیره. چون آنالیز نیست، آستانه تحمل هم میاد پایین دیگه، بندک چیزی با هم برخورد میکنن، چون فکر نمیکنه زود برخورد میکنه. توی یه کاری بهش پیشنهاد شده، وارد کار شده، بدونه که بشینه آنالیز کنه آینده کار من، برنامه های کار من، موضع میگیره. یا یه کاری که اصلا مناسبش نیست، بدونه که تفکر کنه سری کارا رو قبول کرده، میره پیش، 10 سال که گذشت پشیمون میشه. یکی از چیزهایی که نیاز هست وقتی خودت رو شناختی، باید فکر. تفکر یعنی چی؟ یعنی من چرا قبول کنم، چرا این کار رو بکنم، این چه مناسبتی برای من داره، اصلا حقیقت این چیز چیه. رشد علم نتیجه شکاکیته. یه جریان به نام شکاکیت شکل گرفت در اروپا، این مربوط میشه به قرن 15 ریشه های این. نمیخوام تایید کنیم، خوب دقت کنیم، ما داریم آدرس هایی میدیم، حواستون باشه. به بعضی چیزها باید سوال طرح کنید. شکاکیت تو فارسی و تعبیر ما معنی بدی داره، اما در اون تعبیر علمیش به این معنی است که سوال طرح کردن. یه جایی شما سوال طرح کنید، هر چیزی که برخورد میکنید، احساس میکنید ناهنجار، سوال طرح کنید، آیا این مناسب هست یا مناسب نیست. این مهمترین نکته است که باید بهش برسید. یعنی وقتی من خودم رو شناختم، گام دوم اینه حالا بشینم به فکر کردن.
من اومدم اعتکاف. خب چرا؟ چه نتیجه از اعتکاف میخوام بگیرم؟ 3 روز اومدم. آیا میخوام دوست پیدا کنم؟ خب خارج از اعتکاف هم دوست داشتم. آیا اومدم یه جای استراحت کنم؟ اینجا امکانات نداره. نه مبلش برای شما مناسبه، نه تختش مناسبه، نه غذاش بر اساس کالوریست. چون غذا رو بر اساس کالری خورد دیگه. شما تنظیم میکنید یه دسری، یه پیش غذایی، یه پس غذایی، اینا همه رو باید محاسبه کنید دیگه. یه چیز کالریه. خب میگه اینجا که من تنظیمش دست من نیست. اینجا آشپزی. خونم باشم خونه فقط میتونید تنظیم کنید. اینجا که نمیتونید کالری تنظیم کنید. خب بعضی چیزا هم هست که اصلا ناهنجاره برای من. حالا گاهی اوقات بنده سرمو با جای قرار بدم که جوراب بنده خدا قرار گرفته توی مشعر تشوردید یا نه. ما یه کاروانی رو با دوستان اروپایی رفتیم مشعر، مکه، اعمال حج، یکیشون کم آورد. یعنی وقتی ما از عرفات رسیدیم ایشون گفت من ادامه نمیدم که نمیدم. ادامه نداد. آدم مریض احوالی بود. اونم چون پدرش بنده خدا رو غافلگیرانه به ایشون ارث گفته بود تو به جای من بری، خودشم نمیخواست بره و اشتباه هم کرد. اعمال خودشم خراب کرد. نمیتونست تحمل کنه چون بعضی چیزا تحملش سخت. شما به هر حالی سختی‌ها رو به خودتون دادید اومدید اینجا. اولین سوال من چرا اومدم؟ هر چیزم که اومدید مقدسه ها. اینو من بهتون بگم، به هر هدفی اومدید مقدسه. یکی ببخشید به خاطر که از خانواده در رفته اومده، یکی از همسرش ناراحته، چه زن چه مرد اومده، یکی به خاطری که دیده خب من 3 روز تعطیلم بیام بالاخره با فضا آشنا بشم. با هر هدفی اومدید مقدسه. چرا مقدسه؟ چون اینجا فرصت دارید فکر کنید. یه فرصت اجباری به خودتون بدید فکر کنید. آقا من اگر به خاطر ناراحتیم که آمدم اینجا بشینید فکر کنید که اصلا آیا ناراحتیتون مستنده یا نیست؟ آیا ناراحتی شما نتیجه آستانه پایین تحملتونه؟ نتیجه عدم فکر کردنه یا نه؟ اگر اختلافی ناشی شده که شما بیاید اینجا، همین فرصت هم مقدسه. مقدسیش برای اینه که بالاخره شما دارید به خودتون یه فرصت میدید. این یه نقطه مثبت. فهمیدید باید دور شید. حالا از هر چی، یا از غم، یا از درگیری، یا از اختلاف، یا میخواد ریخت کسی رو نبینید، هر چی باشه، اینی که فهمیدید باید دور شید یه گام مثبت. گام دوم الان بشید فکر کنید. در ضمن عبادت همش به این نیست که دلار راستشیم نماز ها. یه وقت اشتباه نگیرید. خیلی از اینایی که صبح تا شبشون نماز بخونن آیندهشون خدا بخیر کن. همش به این نیست. همش به مسیر حج نیست. ترانزیت حج نیست. بحث عبادت اولینه که من خودم پاک بشم. اولینه که بتونم تو خودم خدا رو احساس کنم. اگه احساسی از خدا تو خودمون نداریم، اگه به در و دیوار نگاه میکنیم احساس خدا رو نداریم، عبادتمون هیچ ثمری نداشت. من گاهی صحبتی رو میکنم خیلی ناراحت کننده است. یه آقای مسئول یک تشکیلات همین وقفی ها، ایشون آمده بود بنا به مسافرتی از فرانسه. خب یه شب هم ضیافتی تشکیل شد که طبیعتاً ما هم بهشون استقبالی بکنیم. ایشون یه گزارشی به من داد، خیلی خودم هی نگه می‌داشتم، فشار می‌آوردم چیزی بهش نگم، بالاخره جایگاهی داشت. ولی نتونستم، خرابکاری کرد. ایشون برگشت گفتش که بله ما در این سال این 1000 عدد، عدد رو من نمیگم، این 1000 عدد ما جلسه فاطمیه داشتیم، این 1000 عدد جلسه حسینی داشتیم، این مناسبت ها. خیلی با یه تمطراق و یه خوشحالی میگفت. کانتیتش خیلی براش مهم بود، این آمار. گفتم نسبت به کی میگید؟ گفت نسبت به سال 92 شمسی این رشد ما داشتیم. گفتم که یه ذره سعی کردم با حاشیه بحث کنم که خب اون نتیجه که من میخوام بهشون برسون. گفتم به نظر شما این جلساتی که داشتید، این برنامه‌ای که شما داشتید، دیگه برای همینه که بحثی که مردم مقدس بشن، به مذهب رو بیارن؟ گفت بله، به مذهب رو بیارن، مقدس بشن. گفتم حالا سوال، آیا شما آمار دارید از این مقدار رشدی که این ور داشت، اونورم فحشا پایین اومده باشه، غیبت پایین اومده باشه، دروغ پایین اومده باشه، کلاهبرداری کم شده باشه، قالتاغوتی کم شده باشه؟ یهو سکوت کرد. خب نه، اونم زیاد شده. گفتم پس این جلساتی که شما دارید بهش مینازید محتوا نداشته. اگه محتوا داشت وقتی 2 تا حسینی بیشتر بشه باید 2 تا فساد کمتر بشه، 2 تا آشفتگی کمتر بشه. تو داری میگی برای جلسات فاطمیه این درصد افزایش، در حالی که من یه سفر رفتم تو منطقه دیدم وضعیت قشنگ نیست از نظر فساد و از نظر مسائل اخلاقی قشنگ نیست. پس ما وقتی میخوام بفهمیم مسئله ثمر داره باید احساس کنیم که نتیجه داره. من وقتی باید از اعتکاف نتیجه ببرم که انجی که خارج شدم احساس کنم آرام شدم، یه نتایج جدید به دست آوردم. پس 1 خودمون رو بشناسیم، 2 اندیشیدن. اندیشیدن خیلی مهمه.
تو هر چیزی باید فکر کنیم. مطمئن باشید اونایی که با فکر کردن تو زندگی جلو میرن، اختلاف، تنش، سرخوردگی و خیلی چیزها رو خیلی زود کاهش خواهند داد. این ثمرش. سه، آخرین فرمول. این فرمول آخر رو هم من باز میکنم. ساعت چنده؟ ساعت چند؟ اذان ظهر؟ یک رو به یک. خب پس تا ما اذان فرصت داریم. سومین نکته، ما بعدی که خودمون رو شناختیم، به درجه اندیشیدن و تفکر کردن رسیدیم، سومین موضوع بحث خودسازی مطرح میشه. مقصود از خودسازی چیه؟ وقتی شما خودتون رو شناختید، فرض کنید یک گلی، به این جوهره گل رسیدید، تفکر هم کردید، اندیشه هم دارید، به این نتیجه رسیدید که در این گل یه چیزهای خوب نیست، یه چیزهای خوبه. یه ویژگی‌های خوبی تو شما هست، یه ویژگی‌های خوبی تو شما نیست. یه پارامترهای منفی، یه پارامترهای مثبت، باید بشینید ویرایشش کنید. مثل که شما یه مقاله که می‌نویسید در یک صفحه، وقتی مطالعه می‌کنید می‌بینید چند نوع اشکال هست. یه اشکال تو جمله بندی شماست. اصلاً جمله‌تون اون چیزی که شما می‌خواید بگید رو نگفته. خودتون می‌دونید چی می‌خواد بگید، اما به خواننده اونو نرسوندید. یه جا تو رفتارهای بیرونیتون تصحیح باید بکنید. یه جا اصلا خود ادبیاتتون اشتباهه. واژه‌هایی که می‌خواد به کار ببرید واژه درستی نبوده. تو خود من و شما هم باید بشینیم به خودسازی. یه جا نمای بیرونیمون رو باید تصحیح کنیم، یه جا نمای درونیمون. هر دو باید در کنار هم ساخته بشه. و اینجا کار سختی نیست. من اینجا تئوری 10 دقیقه یه حرفی می‌زنم و میرم. اما این یه مرحله و یه پروسه سنگینه، نسبت به سنتون هم سنگینه. نسبت به سنتون سنگینیش بیشتر میشه. یعنی اونهایی که سنشون کمتره زودتر میتونن سامان بدن، هرچی سن بالاتر بره دشوارتر تنظیمش. لذا به جوانها تأکید میکنم خودسازی رو از الان جدی بگیرن. منظور از خودسازی چیه؟ یک، تقویت انرژی های مثبتتون، صفات های مثبت رو تقویتش کنید. منظور از مثبت ها چیه؟ یعنی دیگران رو خوب ببینید. این از همینجا شروع کنید، چون این محور خیلی اصلی است. دیگران رو خوب ببینید و خودتون رو نیازمند به دوستیشون ببینید. دیگه الان به من نپرسید که خب آیا با همه دوست بشیم نشیم، اونا رو دیگه خودتون میتونید تشخیص بدید. چون اون تفکر که بیاد دنبال این نباشید که همش سوال کنید، چون وقتی سوال کنید کارتون سخت میشه. بذارید خودتون تحلیل کنید. دیدید بعضیا مثلا سوال میکنن این سس روش نوشته چند درصد الکل، بخوریم یا نخوریم؟ عزیز من، وقتی هی سوال کنی بعد مرجع تقلید هی فتوا میده، کار خودت گره میخوره. خودت تشخیص بده، درصدش معلومه، سودش معلومه دیگه. پنیر میخواستیم بخوریم، جمعی بودیم، پنیر درجه که فرانسوی، پنیر بز شف، خیلی هم پنیرش گرونه دیگه. یه دونه پنیر کوچیک 80 گرمیش میشه 8 یورو. پنیر به این نازنینی رو نگاش کنیم بعد بگیم. چهار نفر نشستیم، من به احترام مهمونا این پنیر بز گرفتیم، پنیر درجه یکم از دیگه. بوی بدی میده چون روش کپکه. مت همه قشنگیش همون کپکه است دیگه. کپک قشنگ نیست چون خوشمزه است، میدونید پنیرش خیلی مقوی است، کلسیم بالا. خودشون روی میز، بعد یه بنده خدایی که تازه مسیر طلبگی رو طی کرده بود برگشت گفتش که این روش نوشته که یک محلول حیوانی درش هست. من تو این جمله رو گفتم که حوصله نکردم، کشیدم جلو خودم و این مهمان خودم، گفتم شما تماشا کنید ما میل میکنیم. بعضی وقتا این عقل رو به کار نمیندازه، میشینه یه محلول حیوانی درش. عزیز من، شما علما، فقها، مراجع تقلید مشخص کردن حکمش رو، گفتن اگر تصریح شده که این توش از اون عناصر ممنوع است، ممنوع است. اگر نیست شما رو شک داری میگی محلول فلان، شما نخور. میخوام این جمله رو بگم که گاهی اوقات سوالهای نابجایی که خودمون طرح کنیم گرفتارمون میکنه. لذا حواستون باشه اون صفات‌های ممتاز رو خودتون توسعه بدید. یکی از صفات‌های ممتاز دوست داشتنه. سعی کنیم احساس کنیم دیگران رو دوست داریم. این دوست داشتن مقدمه‌ای باشه برای تقویت احساسات. گل و حیوان و موجودات و اطراف و شرایطی که توش هستیم سعی کنیم دوست داشته باشیم. تو خونه هستید که مناسب اون چیزی که شما می‌خواید نیست، اشکال نداره. اما همون رو هم می‌تونید مقطعی بهش وابسته بشیم. دوست داشته باشیم. اینکه میگم وابستگی، نه وابستگی دائم. یعنی احساس کنیم که باید با هم اینجا زندگی کنیم، باید با هم کنار بیایم. اونم یه جسمی داره، یه هویتی داره و یه روحی بهش هست. با همین روح من باید کنار بیام. پس این صفات ها رو باید تو خودم تقویت کنیم. یک، دوست داشتن خیلی هم مهمه.
چون اگر این عنصر از شما گرفته بشه، بلافاصله در مقابل اون چیزهایی که مقابل شما بازتابی داره برخورد دارید، عکس العمل نشون میدید. خودتون رو کنترل میکنید، درونی عکس العمل نشون میده، زود به هم میریزید. پس یک، صفت خوب دوست داشتن رو تقویت کنیم. این که شما چه ویژگی‌هایی رو باید تغییر بدید من نمیدونم، من دارم مصداق‌های رو مثال میزنم. دو، برخوردهای فوری با دیگران، با چیزهای مختلف. هر کدام از من و شما یک عکس العمل داریم. عکس العمل، تعبیر عوض کنم بگم عکس العمل، عکس العمل ها رو کنترل کردن، زود شاد شدن، زود ناراحت شدن، زود تصمیم گرفتن، زود علاقمند شدن، زود بریدن، زود یک جمله ای رو گفتن، زود قضاوت کردن. اینو خیلی روش حساس باشید. عکس العمل مهمترین صفت برونی شماست، تو درونتون هم هست، ما رو درونا کاری نداریم. این عکس العمل کنترل کردنش خیلی سخت. یکی زنگ زده پشت تلفن داره شما رو نسبت به یکی شانتاژ میکنه، یا نسبت به خودش شما رو شانتاژ میکنه. قبل از اینکه جمله‌ای رو به کار ببرید، حرفی بزنید، کنترل کنید. فکر کنید خب حالا مثلا من این جواب رو ندم چی میشه؟ جواب رو بدم چی میخوام بگم؟ از نگفتن، از تحمل کردن، از صبر کردن، از کنترل عکس العمل کسی ضرر ندیده. بنابراین این خیلی مهمه، یکی از صفاتی که بعد خیلی روش کار کرد، تمرین کرد. یک کسی شما بهش حساسید، مقابل شما هیچ سمت میشه حرف میزنه، خودتون رو کنترل کنید. عکس العمل یکی از صفاتی است که برای خودسازی خیلی مهمه، بردباری، خودمون رو کنترل کردن. یا نمونه‌ای که خانم مثال زدن، بحث قضاوت. هر چیزی روش قضاوت نکنیم، پیشنهاد کاری شده، زود تصمیم نگیرید. اون تفکر اینجا باید جوابگوی شما باشه. نسبت به دیگران هم همینطور، در شرایطی میبینید که شرایط خوبی نیست، سعی کنید قضاوت نکنید. خیلی چیزا رو ما باید ببینیم، نه اگرم دیدی چشتون ببندید، من ندیدم. خیلی چیزا رو میشنوید انگار نشنیدید. اینا رو تو خودمون باید تقویت کنیم. یعنی بحث خودسازی بحث خیلی طولانی است، خیلی زمان میخواد، خیلی زمان میخواد. باید اینو بهش هی فرصت بدید، باید کار کرد. چون شما وقتی یک نهالی شکل گرفت و کجم بود، نمیتونید راحت راستش کنید. باید اینو هی تناب ببندید، آرام آرام این تناب رو سفتش کنید که این یه ذره برگرده سر جاش. اگه یه جا هم بدعمل کنید میبره، میشکنه درخته دیگه. شما نهالی دارید خارج میشید، دارید تبدیل به درخت میشید. ما وقتی صحبت نهال میکنیم که توی مجموعه نوجوان و کم سن و سال باشه، اینجا دیگه نهال ها همه رو به شکل گرفتنه. لذا باید با احتیاط این صفت ها رو تغییر داد. تو زندگی فردی هم همین، باید خیلی با احتیاط، خیلی با احتیاط یکی که این صفات رو تغییرش بدیم. فکر نماز قضا یا قضای میل کردنی؟ البته از سوالتون خیلی ممنونم، خیلی هم سپاسگزارم، ولی احساس میکنم که بحث ما خیلی براتون باز نشد که ما کجا هستیم. اون سوالتون رو تو قسمت سوالات میتونید مطرح بفرمایید، ولی من جوابشو به شما خدمتتون خواهم گفت. ولی ما موضوع بحثمون چیز دیگه ای بود. اما جواب سوال شما، شما جای دعوت شدید، غذای مقابل شما آوردن، من با اجازهتون جواب رو بدم، درسته؟ بعد نمیدونید غذا حلال یا حرامه؟ خب گوشت برای شما آوردن؟ خب نخورید دیگه. وقتی گوشت، شما با زیرکی جوری بگید ناراحتش نکنید. شما مشغول شید به خوردن اون کنارش، بالاخره سیب زمینی، چاشنی، دسری چیزی داشته دیگه. همه رو مشغول شید چلوغ فلوغ کنید، چون نفهمه دلش هم نشکن. کاری نداره، من جای دعوت شدم، چیزی برام آورده بود، ما با زیرکی پاسش دادیم کنار، هیچی هم نگفتیم، سرسام نکردیم. شما اینجوری عمل کنید که دل نشکنه. من منظورم اینه که دل نشکنه، چون شما تا بخواد او رو توجیه کنید ممکنه زمان نداشته باشه. اگر فرد عاقلی باشه بهش تو جمله صحبت میکنید که من برای شما احترام قائلم، خیلی ممنون، اما این گوشت رو من نمیخورم، قبلش هم اطلاع میدید. اما اگر فضا جوری است که غافلگیر شدید، شما بعد این وسط غافلگیرانه از طرف مقابل حاشیه برید، اون باز نشه که ذهنیت درست بشه. چون نباید یه جوری عمل بکنید که اینا احساس کنن که ما برخوردامون چکشیست. خیلی با لطافت، خیلی با لطافت. خب
خب ما سه تا بحث رو پس مطرح کردیم. بحث اولمون این شد که دنبال این باشیم خودمون رو بشناسیم، ویژگی هامون رو حتما به دست بیاریم، ویژگی های حسی، سمعی، فکری، این سه تا رو روش تأکید کنید. چرا عرض کردم حسی، سمعی، فکری؟ چون گاهی اوقات شما برخی از ویژگی هاتون بیشتر با احساس همراهه. این خیلی مهمه. من وقتی افراد برای ازدواج میپرسن یا برای اختلافاتی که تو خانواده پیش آمده، به اونا تأکید میکنم اول سعی کنید که این ویژگی های حسی و فکری اطراف طرف مقابل و خودتون رو شناسایی کنید. آیا اینها با هم مشکل ندارید؟ چون گاهی اینجا رو حل کنید اون مسئله دیگه حل میشه. اینا نکته های مهمی است. خودتون رو بشناسید. با چه چیزهایی بیشتر حساسید؟ اینی که شما شنیدید گاهی اوقات میگه من از ریاضیات خوشم نمیاد، درسای حفظی بیشتر کار میکنم. منظور من تو همون حوزه است. مثل همون حوزه. یعنی بشینید بررسی کنید که تو کدوم زمینه ها قابلیت های شما اکتیو فعاله. اینجور نیست که شما قابلیت ریاضی نداشته باشید. قطعا دارید. چجوری فعال کردنش هنره. چون اینکه انسان همه قابلیت ها رو داریم شکی نیست. فعال کردن کدام قابلیت مهمه. حالا بعد یه وقت افرادم دیدید که یه قابلیت ها رو میخوان منکر بشن. داریم افرادی که یه ویژگی خوب رو تو خودش میخواد منکر بشه. چون میترسه از محیط. چون از محیط میترسه میترسه. مثلا میره تو حمام صداش خیلی خوبه. ولی وقتی بیرون میاد دیگه نمیخونه. داستان چیه برای که میترسه بگن ها رفتی مطرب شدی. آره این قابلیت دیگه. حالا تعارف هم که خارج بشیم یه قابلیتی داره. ولی ابراز بعضی قابلیت‌ها با وحشت روبروش. لذا اینجا مهم اینه که شما بشناسید این احساس‌های مختلف و این نحوه انتقال. دو بحث تفکر. من توصیه‌ام اینه که اگر بتونید از آثار و کتاب‌هایی که الان هست، مخصوصا شما بیشتر دسترسی دارید تا کشورهای خاورمیانه، اینجا کتاب‌های روش تفکر زیاد داریم. از اینها استفاده کردن خیلی مهمه. خطر هم داره. خوب دقت کنید من دارم به شما عرض میکنم. مثل یه چاقوی دولبه است. هم میشه بله، هم میشه توش بهترین میوه رو فراهم کنید، هم میشه ضربه به خودتون بزنید. این روش تفکر برای مذهبی خیلی مفیده. خیلی مفیده، اما یه احتیاطایی هم داره. این احتیاطش نترسید. از اینکه به شک افتادید وحشت نکنید. یکی از مشکلاتی که من تو بعضی از مجموعه ها میبینم، حالا نه مجموعه خارج از کشور، اینه که از خیلی چیزها میترسن. یعنی از بعضی کلمات، از برخی جمله ها، از برخی شکیات وحشت دارن. چون وحشت داره تو خودش دفن میکنه، شجاعتی که بگه نداره و بچه‌هاش هم که دچار شک شدن میترسن بگن. این وحشت از ابراز خطرناکه. یکی اومد پیش امام صادق شروع کرد خدا رو زیر سوال بردن. این زندیقی به اصطلاح. یکی از اصحاب حضرت بلند شد که اینو به قول من دستشو بگیره بندازش بیرون. حضرت اون وایس گفت این داره خدا رو انکار میکنه. حضرت گفتن تا این انکار نکنه به خدا نمیرسه. این به اینجا رسیده که خدا نیست. منم که باید این شک رو از تو ذهنش بردارم، ثابت کنم هست. لذا شما یهتون باشه که از یه جایی تفکر کردن و تحلیل کردن به وحشت هم میافتید. میری فکر میکنی میگی این ریشه چیه؟ بعد چون نمیتونی پیدا کنی یا از افرادی مراجعه میکنی که نمیتونن به شما پاسخ بدن، وحشت میکنید که نکنه منم دارم بیدین میشم. این وحشت موجب میشه که دیگه ادامه ندید. در حالی که باید بدونید اصل اعتقاد به دین تفکریه. یعنی ما باید با استدلال پذیرفته باشیم نه با تقلید. تقلید تو احکام شرعی، تو فقه، تو مسائل شرعی که توضیح مسائل مقابلتونه اونجا تقلیده. تو فکر و تو تفکر به حیات ائمه، به جایگاه ائمه، به اصل پیامبری اینجا تفکر نیازه. لذا از تفکر وحشت نکنیم. بحث سوم خودسازیه. این خودسازی یه جاهایی با مسکن اشتباه نشه. خودسازی من صحبت میکنم، بحث من بحث درمانه نه مسکن. یه جاهایی شما افرادی رو مراجعه میکنید مثل کانالای ماهواره، مسکن میگن، اسمش خودسازی شده، درمانه. خانم شما مشکل دارید، آقا شما مشکل دارید، این کلاس های یوگا تش بیارید، متمرکز میشید، مدیتیشن دارید راحت، یه مدت کوتاه 40 روز 50 روز 20 جلسه 30 جلسه آرام بخشه، اثر هم داره. راست هم میگم 10 جلسه میره بعد احساس میکنه ای چقدر آروم شدم. نه آروم نشده، مسکنه. مسکن ویژگیش اینه که شما درد رو نفهمی اما درده هست.
یادتون باشه خیلی از این چیزهایی که شما میشنوید اینا خودسازی نیست، مسکنه. اشتباه نگیرید، این مدیتیون ها، این امثال یوگا، این سلسله حرکت هایی که الان داره ترویج میشه، خیلی هم گسترش پیدا کرده، اینها حتی گاهی اوقات ورزش خیلی خوبه، اما برای بعضی مشکلاتی که شما روش رفتید، این کار رو مشغول شدید، خودتون رو مشغول کردید، بدونید این خودسازی نیست، این مسکنه، داره آرام بخش به تو میده. شما یه مدت احساس نکنید، اما تا وقتی قطعش کنید دوباره برمیگرده. به همین جهت من تاکید میکنم بحث خودسازی مهمه، یعنی به این نتیجه برسید که من چه فرمولی استفاده کنم جلوی این بحران رو بگیرم، با این بحران کنار بیام، نه اینکه مدتی نبینم، نه اینکه بیهوشی بزنم نبینم، نه این نیست. پس خودسازی رو با مسکن ها اشتباه نباید بگیریم که دیگه الان وقتش نیست که من این بازگو کنم. خب این مقدار کفایت میکنه، به اندازه یکی دو تا سوال تا از آن فرصت داریم دیگه. نه تجهیز بود. خب حالا یکی دو تا سوال اگر هست بفرمایید که دیگه بعد دوستان بفرمایید برای تجهیز وضو. سوالات مربوط به بحث این معلوم از اون کلاس های 100% اکتیوه که هیچ سوالی توش نیست. میذارم لحظه ای که ما ساکو برداشتیم داریم میریم سوالات یاد شنیم. شما سوالتون مربوط به بحث هست یا نیست؟ در مورد بحثه؟ تقریبا. خوب اجازه میدید شما اول بفهم بعد شما؟ اشکال نداره؟ بفهم. چرا فکر میکنید زمان نداره؟ شما بالاخره با چی میرید محل کار؟ یا با دوچرخه میرید یا با ماشین یا پیاده دیگه؟ سوالشون این بود که ما زمان نداریم برای خیلی مراحلی که شما میگید. خب الان من میخوام همین رو براتون عرض بکنم. شما بالاخره تو مسیری که میخواد برید، یه جایی که میخواد بشینید قضا میل کنید، یا وقتی میخواد برید استراحت کنید و بخوابید، در همه این شرایط فکر میکنید زمان ندارید؟ نه نه به جاتون خودشون بگیم. خب شما در طول روز مثلا نمیتونید یک رو 20 دقیقه رو وقت بگذارید برای خودتون برای مرور همین صحبت ها؟ خب نه ببینید بحث اینه که من خودم رو بررسی کنم و آنالیز کنم. ببینید سوالشون خوبه، بعد این فضا رو باشه ایشون سوال کنن. اینو ببینید من به آقایون محترم و خانم ها این تأکید رو میکنم که اولین نکته ای که ما باید خودمون رو شروع کنیم، یک فضا بدیم به دیگران که سوالشون رو مطرح کنن. سوالشون هم سوال خوبی است. خوب دقت کنید سوالشون رو. سوالشون که من وقت ندارم. الان برای دو تا چیز رو برایشون بازگو کنیم. یک، مرور اینها در لابلای برنامه‌های روزانه ممکن هست یا نه؟ دو، در هر دو صورت چه ممکن باشه و چه ممکن نباشه، اختصاص یه وقت اختصاصی برای این هست یا نیست؟ این دو تا سوال رو با دو تا جواب باید بگیم. جواب اول، تصور من اینه که در فعالیت روزانه شما این بحث ها جا داره، منتها شما ناچاری یه وقتی بذارید اول ببینید که تو برنامه فعالیت روزانه شما کجاش رو میتونید در حال کار یه فکری هم داشته باشید، چون برخی از کارها هست که فکر کردن همزمان با اشکال ایجاد نمیکنه. من این مثال از خودم بگم، خیلی از مشکلاتی که ما گاهی اوقات داریم با بعضی‌ها که عرض میکنم با بعضی، یعنی تو محیط خانوادگی، که من گاهی موقع غذا خوردن چیزی به ذهنم میرسه، سریع پا میشم برای که یادم نره یاد داشتش میکنم که عادتم در نره. این برای بعضی ها خنددار بود، برای بعضی ها عجیب بود، حالا دیگه الان توجیه شدن، چون تا من میشستم موقع غذا خوردن مثلا ناگهان یه چیزی به ذهنم میرسه، سریع میرسم یاد داشت میکنم که این یادم نره. پس یه فرصت هایی هست که آدم گاهی میتونه فکر کنه، هیچ اشکالی یاد نمیکنه. یک، این شما اینو باید بررسی کنید. الان نمیتونید جواب فوری بدید. اگه جواب فوری هم بدید من قبول نمیکنم، چون معتقدم روی این که شما در طول 24 ساعت شبانه روز وقتی برای فکر کردن دارید قطعا دارید. اما به غیر از این، شما همینطور که برای استراحت جسمتون وقت میگذارید، باید در طول روز یک ربع تا نیم ساعت هم انرژی بگذارید. اصلا راهی ندارید، مگه شما ورزش نمیکنید؟ در کنار ورزش یک وقتی رو هم باید قطعا بگذارید که من باید یه 20 دقیقه رو فکر کنم. بخواید میشه، من بحثم اینه که خواستن
توانستم. نه 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 اصلا سختش نکنید. ببینید مرتبه بند. من به شما اولش گفتم هر کس یه قابلیتی داره. شما الان راحت ترین راهش این از این شروع کنید که وقتی من در مقابل یک جمع عاقل قرار بگیرم چه ویژگی های منو تحسین میکنن، چه ویژگی های من اگر بفهمن میگن این خوب نیست. از اینجا شروع کنید، از اینجا شروع کنید که اولا خودم بیام توی یک برد عمومی محرم قرار بدم. برد عمومی محرم یعنی افرادی که من اعتماد دارم، شناخت دارم، آدم خوبها اگه منو ببینن چه چیزایی منو میگن خوبه یا نه. مثلا ممکنه منو که ببینن بگن این ویژگیت خوبه، این خوبه، این خوبه، اما اگر اینا رو بفهمن میگن اینا مراقب باش بده. از اینجا شروع کنید. برای اندیشیدن گاهی من سوالی دارم به کی مراجعه کنم. اینجا کار سخته، قبول دارم، قبول دارم سوالشون سوال خوبی سخته. یه جاهایی رو خودتون میتونید فکر کنید، یه جاهایی رو میتونید از اینترنت استفاده کنید، یه جایی سوالاتتون رو بگذارید برای آدم پخته که میاد اینجا توی محیط. این سوالات رو بگید من میخوام یه 10 دقیقه یورپ سوال دارم میام سوالم تر. یعنی چاره‌ای نیست دیگه، غیر از این نیست. بالاخره شما وقتی قوه تفکر رو داشته باشید میشه آنالیز میکنید. اونایی که میخوان تجدید وضو کنن میتونن تجدید وضو بکنن. بله دیگه. میشه ادامه سوالات بمونه بعد از در خدمتتون هستم. السلام علیکم.